سهیل خانم، نمیخوای به ما محل بدی؟ چرا هر وقت منو میبینی راهتو کج میکنی؟ چون دلم نمیخواد ببینمت. شنیدم که پشت سرم زیاد حرف میزنی، درست شنیدم؟ بله همینطوره. تازه فهمیدم که اون روز رو به پلیس اطلاع دادی. پس این که پشت سرم بدگویی میکنی حرف راستیه. این من نیستم که حرف میزنم، مردم چیزی رو که شنیدن میگن. آقای هلمی بیک، فراموش نکنید قیمتی رو که عدنان بیک میخواست توی مناقصه اعلام کنه رو من بهتون گفتم و مناقصه رو از وجود من برنده شدین. حالا چون این وسط نمیخوای چیزی به من بدی، میخوای انکار کنی؟ بیچاره، نمیدونی که سرت کلاه گذاشتن؟ جلوی تو حرف زدن چون که میدونستن میای میذاری کف دست من. قیمتو گفتن و 100% مطمئن بودن که به گوش من میرسونی. و اینطوری تو شدی یه تله برای من. هم سر مرا کلاه گذاشتن، هم سر تو رو. تو هم چون احمقی باورشون کردی. خیال کردی از تو خوششون میاد؟ اگه فکر میکنی که فیروزه اقلو تو رو دوست خودش میدونه، باور کن که خیلی اشتباه میکنی. همتون مثل همین، خود از روی زمین برتون داره. حالا که خانواده زیاگیل و مالک بیک با هم ارتباط دارن، انتقام ما از جفتشون میگیرن. اگه عاقل باشی و به حرف من گوش بدی، باور کن که ضرر نخواهی کرد. وگرنه از هر دو طرف ضرر میکنی و این زیاد برات خوب نیست. خوب فکراتو بکن. دوست داری که با من باشی یا ضد فیروزه خانوم، یا میخوای که نوکر اون باشی؟ تصمیمتو بگیر. چرا میخندین؟ آره هلمی بیک برنده شد. نه جدی میگی؟ آره برنده شده. خب این کجاش خنده داره؟ این پیرهنه خیلی بهت میاد. بچرخ ببینم، بچرخ. لطفاً آمل خانوم از بانکو برام بگیر. ممنون. سلام آمل خانوم. ممنون، شما چطوری؟ نه چیزی نیست، فقط داشتم گردش حسابا رو میدیدم. دو روز پیش یه مبلغ کمی از حساب من و همسرم برداشته شده و دوباره به حساب برگشته. میتونین در موردش برام یه توضیحی بدید؟ جدی؟ سمر خانم خودشون اومدن بانک؟ متوجه شدم. نه نه مشکلی نیست. بله با اطلاع من بود. یه معامله‌ای بود که به حساب بانکی دیگه ای ربط داشت. اشتباه از خود ما بوده. نه ممنون، چیز دیگه ای نیست. خدا نگهدار.
نهال؟ بشیر؟ چی شده؟ چرا به اونجا خیره شدی؟ چیزی نیست. پس حواست سر جای خودش نیست، اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نشده. اگه از چیزی ناراحتی به هم بگو. صبح داشتم پارکینگ رو میشستم، الانم فقط خستم، همین، چیزی نیست. نهال که فارغ التحصیلشه یه ماشین دیگه هم اضافه میشه. تازه باید به نهال رانندگی هم یاد بدی. خسته نباشی. خوش اومدی. بشیر، ماشینو ببر پارکینگ. نشنیدی چی گفتم؟ برو گم شو. چی گفتی؟ چیزی نگفتم. چرا یه چیزی گفتی؟ گفتم برو گم شو. چی؟ ببخشید نشنیدم. چی گفتی؟ کسافت با من اینجوری حرف میزنی؟ من همه چی رو دیدم. اگه من این گلا رو آب ندم خشک میشن. سلیمان بیا اینجا، زود باش. بابا زود باش. خیلی باشه، خدا رحم کنه. من همه چیو تو بالکن دیدم. مهند بیک، بشیر، چه اتفاقی افتاده؟ نگران نباشید. بشیر بهتون بی احترامی کرده؟ چیزی نیست، شما برید. بشیر، آقا سلیمان، خواهش میکنم شما برید. سلیمان چی شده؟ چی شده؟ دارن چی کار میکنن؟ گفتم برین. چجوری دلت اومد این کارو بکنی؟ داری ازش سوء استفاده میکنی؟ تو چی گفتی؟ اون هنوز یه نوجوونه، گناه داره. دروغ میگم؟ چرا از احساسم سوء استفاده میکنی؟ چی داری میگی؟ من دیدم که نهالو میبوسیدی. تو موضوع رو اشتباه فهمیدی. نهال مثل خواهرم میمونه. اون فقط از برگشتن من خوشحال بود. همدیگه رو بغل کردیم، فقط همین. مگه چه اشکالی داره؟ یه بار گفتم نهال مثل خواهرمه. داری اشتباه فکر میکنی. چرا به همه دروغ میگی؟ به نامزدت، به نهال، به عمود، چجوری دلت میاد ازشون سوء استفاده کنی؟ تمومش کن دیگه. تو دیوونه شدی، داری اشتباه میکنی. این افکار احمقانه‌ت هم واسه خودت نگهدار.
خدا میدونه اگه عدنان بگی بفهمه چی کارت میکنه. گوش کن، نمیخوام کسی از این موضوع چیزی بدونه، میفهمی؟ وگرنه با خودم طرفی. نمیکنم، نه اینکه بخوام از تو بترسم، فقط به خاطر نهال این کارو نمیکنم. نمیخوام جلوی پدرش خجالت بکشه و ناراحت بشه، وگرنه تو برام مهم نیستی. برای بار آخر بهت میگم، به من بی احترامی نکن. زود باشی کاری بکن موضوع. بیا اینجا. تو کجا میری؟ بشیر به شما بی احترامی کرده؟ خواهش میکنم بگی. نه کاری نکرده. اگه کاری کرده به ما بگی. آقا سلیمان، یه موضوع بود که به خوبی تموم شد. خداحافظ. بشیر، یه لحظه صبر کن. چی شده؟ چرا دعواتون شد؟ بهت میگم بگو ببینم چی شده. جمیله از اینجا برو. خب بگو چی شده؟ اون داشت رو میکشت. خواهش میکنم بشیر، به من بگو چی شده. چیزی نیست، برو برو و تنها بذار. بشیر حالت خوبه؟ چه شده؟ بشیر آروم نفس بکش. بیا بیا اینجا بشین. بیا دیگه، بگی بشین. پول بده برم برات آب بخرم. پسر جون یه بطری آب بده، زود باش. بگیر بخور. اسپری تمراته؟ نه لازم نیست. بازم بخور. الان با هم میریم داروخانه یه دونه بگیر. نه. منم هیچی نفهمیدم. مهند بیک خیلی شاکی شده بود، میخواست بشیر رو بگیره بزنه. خب چرا به من اطلاع ندادین؟ فکر نمی کردیم اینقدر مهم باشه. چرا این کارو کرد؟ چیزی نگفت. مهندم چیزی نگفت، درسته؟ گفت یه موضوعی بود که حلش کردیم، دیگه نتونستم چیزی بپرسم. باشه، میرم از مهند میپرسم. فیروز خانم رسید، برو. چرا شما در رو باز میکنید؟ کاتیا کجاست؟ داشتم میرفتم بالا. خوش اومدین. زود باش حموم آماده کن. خیر باشه. کجا؟ نگو که داری میری مسافرت. نه، یه چند روزی میخوام پیش بشرا بمونم. فهمیدم. پس سمر کو، مگه با هم نبودین؟ منو رسوند خونه، بعد با بیسان رفت یه قهوه بخوره. امروز میخواین برین هدیه بگیرین؟ نه، قرار وسط هفته بریم، هنوز تصمیم نگرفتیم. با اجازتون میرم. خداحافظ. خداحافظ. به بشرا سلام. سلامت باشین. با اجازه. مهند یه دقیقه صبر کن. ببینید، اگه میخواین راجع به بشیر از من چیزی بپرسید، خودم با آقا سلیمان گفتم حلش کردم. خب سر چی دعوا میکردی؟
یه سوء تفاهم بود همین. من یکم موضوع رو بزرگش کردم. واقعا چیز مهمی نبود. اون یه حرفی زد و من بعد برداشت کردم. بعدش هم شاکی شدم. تمام داستان همین بود. باور کنید فقط همین بود. لزومی نداره شما نگران باشین. چیزی نیست. پیش دعوا شد. مهند بیک میخواست بشیر رو بزنه. چرا؟ نمیدونم. من ندیدم ولی اینجوری میگن. برو ببین داستان چیه. مهدی بیک؟ جدی میگین؟ توقع نداشتم به این زودی این مشکل رو حل کنی. خیلی ممنون. شما موضوع رو حل کردین درسته؟ آه عزیزم، شما رو تو زحمت انداختم. نمیدونم چجوری باید ازتون تشکر کنم. حتما واسه‌تون جبران میکنم. فقط فراموش نکنین چی گفتم. میدونم. باشه، خیلی ممنون. البته حتما میام میبینم اتون. واقعا از ته دل ازتون ممنونم. این موضوعم حل کردم. قاطیا پس چی شد؟ الان بهتری؟ آره بهترم. ازم پنهان نکن، اگه چیزی هست بگو. یکم استراحت کن بعد بگو چی شده. گفتم که چیزی نیست. چرا نمیخوای باور کنی؟ چون دیدمتون. زود باش برو خونه. تو نمیای؟ میخوام یکم تنها باشم. حالت خوبه؟ آره. مطمئنی؟ برو الان دیرت میشه. راستی جمیده، به عمو سلیمان بگو. چی؟ هیچی، خودم برگشتم بهش میگم.